جا همراه با من مریم معمار صادقی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی همراهه و همینطور شیما بزرگی، کارشناس مسائل ایران و بین الملل. خانم معمار صادقی، خانم بزرگی، تمام نگاه ها به این شهر، چه کسی ساکن بعدی کاخ سفید خواهد بود، اما چیزی که شاید همه تحلیلگران روش اتفاق نظر دارن دو دستگیه که فکر میکنن بین طرفداران دو حزب ایجاد شده، بین مردم آمریکا ایجاد شده. شما اینو چطور تحلیل میکنید؟ شما که سالهاست آمریکا دیدین، خانم معمار صادقی، بی سابقه است، واقعا بی سابقه است که برای یه انتخابات، برای وضع سیاسی این مملکت اینقدر خود جامعه، فرهنگ کشور عوض بشه و دو قطبی به وجود بیاد، حتی درون خانواده ها، حتی درون یه زوج میبینیم که اختلاف خیلی عمیق وجود داره و بحث های شدید. این بی سابقه بوده. تو من از 7 سالگی آمریکا هستم، همچین چیزی تا حالا ندیدیم. و خب امشب من با ماشین خودم اومدم و اینجا پارک کردم، دیدم که تقریبا تمام خیابون‌های این اطراف رو پلیس بسته، پلیس همه جا وایستاده، تمام ساختمون‌ها رو برد کردن، یعنی تخته زدن. یعنی انتظار هستش که هر کسی ببره، یعنی لابد انتظار اینه که هر کسی که ببره اون طرف انقدر عصبانی خواهد بود که خشونت امکانش هست. خانم بزرگی، تحلیل شما رو بیشتر فکر می‌کنی این دو دستگی که ایجاد شده اصلا از کجا میاد؟ یه چیزی که بعضی میگن اصلا آقای ترامپ باعثش شده، یا به نظر ریشه دارتر از این موضوع میاد؟ ببینید، بخشش درسته که آقای بستگی داره به شعارهایی که از سال 2016 داده شد. شما اینجا با 3 تا آقای ترامپ به نظر من مواجه هستین. یکی آقای ترامپی که از پله‌های هتلش اومد و یک سری وعده‌های انتخاباتی داد. یکی آقای ترامپی که 4 سال سر کار بوده و آیا تونسته اون وعده‌هایی که ورای اینکه اون وعده‌هاش درست بودن یا غلط، آیا تونست اون وعده‌ها رو اجرا بکنه یا نه. و یکم آقای ترامپی که در دوران کرونا و پسا کرونا این عمل کرد داشته. و شعارهایی که داد از زمانی که از پله‌هاش اومد پایین، یه سری شعارهای مشخصی بود. بعضی ها میگن که این حالا ممکنه ایده آقای ترامپ فقط نباشه، یعنی ممکنه ما 4 سال دیگه آقای ترامپ رو داشته باشیم یا الان 4 سال آخرش باشه، ولی ترامپیزم یا این ایده های ترامپ باقی خواهد موند، این گسستگی باقی خواهد موند. این ایده ها چی بودن؟ یکی از مسائل مهمی که اول و آخر روش دست گذاشت آقای ترامپ یکیشون مهاجرت بود. ما باید مهاجرتمون رو کنترل بکنیم، نمیتونیم همینطوری ادامه بدیم. کمک های دولتی که به مثلا خانواده های کم درآمد و اینها داده میشه یا به گروه های مختلف داده میشه، این رو باید کنترل بکنیم. در مورد مسئله ایران گفتیم مثلا معاهده برجام، این معاهده که نه، برای قرارداد هم نمیشه اسمش رو واقعا گذاشت، برجام یک چیز نامناسبی بوده، ما ازش باید بیایم بیرون. یعنی یک سری شعارهای مشخصی رو داد و حالا به بعضیش عمل کرده، به بعضیش انجام نداده و عمل نکرده. حالا بخشش برمیگرده به شعارهایی که آقای ترامپ داد و مثلا یک سری صحبت هایی رو که مثلا در مورد مهاجران و در مورد هیسپانیک تبارها گفتش که اینها چه افرادی رو وارد آمریکا میکنن. آیا مردم آمریکا این شعاری که این مدل صحبتی که ایشون انجام داد دوست داشتن یا نداشتن؟ بعد این بسیچ برمیگرده به نحوه شعارها و نحوه گفتار ایشون که خیلی باهاش موافقن در آمریکا و پس از آقای ترامپ هم ممکنه ادامه داشته باشه. بخشش برمیگرده به قبل از به نظر من آقای ترامپ و از زمان آقای اوباما وجود داشته به نظر من این مسئله. ممنونم خانم بزرگی. خانم معمار صادقی، میدونم که با دقت هر دو کمپین رو شما رصد کردید. فکر میکنین که نقاط قوت و ضعف این دو تا کمپین، جو بایدن و دونالد ترامپ، چی بوده؟ قوت آقای بایدن این بوده که تمرکز رو روی متحد بودن گذاشته موقعی که همین دو قطبی وجود داره توی جامعه. یعنی خیلی سعی کرده که کمپین ایدئولوژیک نداشته باشه، نره به طرف چپ اکستریم، بیاد وسط آمریکا و بگه که من رئیس جمهوری خواهم بود که برای همه آمریکایی‌ها باشم و این شکافی رو که وجود داره رو من درست میکنم و میشم نماینده همتون. این فکر میکنم خیلی مثبته و دقیقاً اون چیزیه که کسایی که طرفدار دموکرات‌ها به طور کلی همیشه بودن و حتی بعضی از ریپابلیکن‌ها اون چیزی که خواستن و خوششون میاد.
نکته ضعف آقای بایدن به عقیده من این هستش که اون قوت و انرژی آقای ترامپ رو نداره، هم شخصا یعنی بدن خودش، هم کمپین خودش. طرفدارانش هم شاید زیاد باشن و من فکر می‌کنم مطمئناً مثل دفعه پیش که هیلری پاپولار ووت رو برد با اختلاف 3 میلیون رای، این دفعه هم آقای بایدن پاپولار ووت رو می‌بره، ولی اون اشتیاق آرای عمومی و نه آرای الکترال، ولی اون اشتیاق و هیجانی که کمپین ترامپ داشته رو نتونسته به وجود بیاره بایدن. نکته مثبت آقای بایدن به آقای ترامپ به عقیده من این هستش که همیشه آقای ترامپ خیلی رک بوده و اونایی که طرفدارش هستن، حتی کسایی که شاید از خود پالیسیشون خوششون نیاد، برخلاف خیلی از ایرانی ها که میگن من اصلا برام مهم نیستش که این کیه و چیه، فقط برام مهمه که این فشاری که رو جمهوری اسلامی گذاشته ادامه داشته باشه. درون آمریکا که میایم خیلی ها طرفدارش هستن، ولی میگن من اصلا برای مهم نیستش که مثلا کرونا رو نتونست خوب مدیریت بکنه یا فلان کارو گفته بود میکنه ولی اصلا نکرد، ولی برای من مهمه که با استبلیشمنت، با اون سیاستمدارا و ساختار سیاسی آمریکا میجنگه. نکته ضعف ترامپ من فکر میکنم همین کرونا هست و اون بحران اقتصادی که به وجود آورده. خیلی کوتاه، اگه شما هم خانم بزرگی اشاره کنید، چون باید سریع بریم لندن ظرف چند ثانیه. یکی از ضعف‌های آقای ترامپ قطعا در دوران کرونا بود، میتونست مدیریت خیلی بهتری در این مورد نشون بده، میتونست کمی بهتر عمل بکنه، یکم نگران بود و یکم اولش رو ممکنه خوب اقدامات انجام نداد. نکته ضعف آقای بایدن، ببینید آقای ترامپ یه شعار مشخصی داره، Make America Great Again، با 4 تا حرف و 4 تا کلمه میره جلو و کمپینش رو جلو میاره. آقای بایدن رو باید فکر بکنید ببینید اصلا شعارش چیه، و همین مشکل خانم هیلاری هم بود. ممنونم شما با در استودیو همراه ما بمونین، ما میریم به لندن، همکارانم ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو با شما ادامه میدن، ما هم اینجا هستیم.